امروز خیلی خسته شدم. حواست هست؟ لازم بود این همه خرید کنی؟ خواهر شوهرتو دیدی؟ دیدی اخماش رفته بود تو هم؟ خیلی بدش اومده بود. شهزادم همینطور. اصلا مهم نیست فروح بدش بیاد یا نه. داداش فروح تو مشتمه. وقتی واسه اون فرق نداره، پس واسه منم فرق نداره. به حرفم گوش کن. تو فکر میکنی اون همیشه تو مشتته، اما اون بازم مرده. اتفاقا خیلی هم به حرف دیگرون گوش میکنن، خام حرفای بقیه هم میشن. فهمیدی؟ مامان جون، این حرفای خرافاتی رو بذار کنار لطفا. ببین هنا، زندگی درست کردن کار سختی نیست، تو اون زندگی موندن کار سختیه. تا وقتی که خواهرش اونجاست، دندون رو جگر بذار رو نیا اینجا. تو بهونه دستش میدی که زیرا به تو بزنه. اوف. از بس خرید کردم خسته شدم، حالا که اومدم خونه نصیحتم میکنی؟ خیلی خوب، باشه. تو برو لباستو عوض کن، من برم غذا رو آماده کنم. حرف گوش نمی کنی. مامان اینجوریه، مامان اونجوریه، معلوم نیست تو سرش چی میگذره. به حرفام هم که اهمیت نمیدی، ولی بعد یاد حرفای من میفتی. زندگی درست کردن کار سختی نیست، تو اون زندگی موندن کار سختیه. تا وقتی که خواهرش اونجاست، دندون رو جگر بذار و نیا اینجا. تو بهونه دستش میدی که زیرا به تو بزنه. سلام شهرزاد، خوبی؟ علیک سلام. چی شد یاد ما افتادی؟ دلم برا تنگ شده. چی شده؟ همه چی خوبه؟ اتفاقی افتاده؟ نه، چی باید بشه؟ راستش این چند روز که خونه ای مامانم خیلی بهم سخت گذشت، چون دلم برات تنگ شده بود. میگم یه کاری بکن، فردا ماشینو بفرست دنبالم، من میخوام برگردم خونه. چه اینقدر دلتنگمی؟ باشه جونم، فردا برات ماشینو میفرستم، اگرم میخوای الان خودم بیام دنبالت. نه شهرزاد، من دلم نمیخواد اذیت بشی. راننده ای بیچاره هم الان شاید خواب باشه. همون فردا صبح زود ماشینو بفرست، چون دیگه نمیتونم دوری تو تحمل کنم. باشه، من فردا راننده رو میفرستم دنبالت. شب بخیر. شب بخیر.